خوش آمدید به کانتکت، آن هم under construction یا در دست تعمیر. علیرضا امیرقاسمی هستم با برنامه دیگری تحت عنوان کانتکت، آن هم برای ملتی با 9000 سال تاریخ مدون و جامعه همچنان در دست تعمیر. با ما همراه باشید. در پست خود نمی گنجیم. ازتون تشکر که اینقدر به ما محبت دارید، زل چهارم خونتون رو با تپش پر می کنید و از طرفی هم این برنامه رو بهش همچین انرژی می بخشید، لایک می زنید، حال می دید. خیلی ممنون و متشکر. ما عاشق این لایک های شما هستیم، باور نمیکنید. اصلا کلن بعضی که اصلا کار می کنن به خاطر همین، یعنی مثلا دقیقه به دقیقه این تلفونا دستشونه، نگاه میکنن چند تا لایک خورده. الان مثلا توی اینستا چند تا لایک بهشون اومده یا چند نفر بهشون گفتن دمت گرم، باریکلا، خیلی دوستت داریم. و بعد بعضی از هنرمندای ما اصلا باور نمی کنید ولی حقیقت داره، تمام مدام لحظه به لحظه سرشون پایینه. نه به خاطر اینکه انسانهای سربزیری هستن، نه، به خاطر اینکه آنها به علاقه زیادی به این شبکه‌های اجتماعی دارن و پدر سوخته تعداد شبکه‌ها هم زیاده. یعنی شما می جنبی اینستاگرامه، اونور فیسبوکه، اینور تلگرامه، همینطور یه چرخ میزنی تو واتساپ یه اتفاق میفته، یه سر اینور اونور میزنی دو سه تا مسئله تو توییتر هستش که باید دنبالش رفت. جدیدن لینکدین هم اضافه شده به آدم‌های بیکار. بابا لینکدین مال آدمای بیکار نیست، به خدا لینکدین مال آدمای حرفه‌ایه. طرف لینکدین میاد تقاضا میکنه که با شما دوست بشه، عکس نذاشته یا عکس مثلا گذاشته سر دیزین، مثلا رفته بوده اونجا ماشین رو تو صندوق عقب ماشین میبینی قابلمه و اینا گذاشتن داره کتلت میخوره. مال این کار نیستش لینکدین که عزیز من، دلیل نمیشه که شما همه چی داشته باشین. لینکدین مال یه سری آدمان که با هم دیگه یه سری فعالیت کاری دارن، بعد تو یه چت، زیر یه چت با هم دیگه دارن کار بکنن، هیچ ربطی نداره مثلا کسی که تو کار سینما هستش با کسی که تو کار مکانیکیه. من نمیدونم، این ربطی به هم دیگه پیدا نمی کنن، باور بفرمایید. برای همینم لینکدین رو ولش کنید. در رابطه با این صحبت کردیم، بعد پست ها میمونه که این هنرمندای ما یا دوستان ما خیلی ها علاقه دارن که این ابراز علاقه بکنن، نشون بدن چقدر شماها رو ما دوست داریم، چقدر ما علاقه مند هستیم به شماها. واقعا اصلا پست ها یا این نوشته ها با این شروع میشه، مثلا دوستای گلم، عزیزان دوست داشتنی، نازنینان، من نفهمیدم واسه چی، مثلا دوستان گلم جا تو خالی الان مثلا زیر دوش بودم، من مثلا درک نمی کنم که طرف قرار باشه بزنم زیر دوش، یا مثلا طرف رفته الان پتیکوریست، بعدم پیش مانیکوریست، بعدم پیش معلمش که درس میده رقص تویست. چه ربطی داره که جای ما خالی باشه؟ و بعد یا مثلا الان دوستان گلم جا تو خالی یه آبگوش زدیم به بدن و این لغتنامه ده خدا رو ما همچین به قول دوستان تو حلق هم که ما نمیفهمیم به بدن زدن غذا یا به بدن زدن یک آبگوشت یا کباب یعنی چی.
یعنی هر چی فکرشو میکنیم این زبان فارسی، ببخشید پارسی، چقدر پیشرفت کرده و چقدر قشنگ ما در رابطه با این مسائل صحبت میکنیم. مثلا یکی از حرفایی که نمیونه هنرمندان، میونه جوانان، میونه عزیزان مد شده و صحبتش هست، همچنان هم میگن لغت معروف عشقمه. نه نه نه، عشقم غلطه دیگه. الان دارن کم کم صحبت میکنن که از این از تو این لغتنامه ده خودم در بیارن عشقم. این خیلی مهمه که ما همدیگه رو با عشق صدا کنیم و به همدیگه اینجوری احساسات قلبیمون رو عنوان کنیم. تو رو خدا ندی، نه نه بده، به خدا ندی، نه نه نکنید، به خدا اصلا یعنی هرچی فکرشو میکنید نمیشید قشنگ نیستش دیگه. بعد دوستان هنرمند من، این دوستان گلم از کجا اومده؟ این دوستان گلم، رفقای عزیز، آخه کدام دوستان گل؟ بعد محبت چرا باید اینجوری هی خودمون رو نزدیک کنیم به خاطر یه 4 تا لایک بگیریم یا 10 نفر دیگه فالو کنن؟ من هنوز متوجه این جملات یا این صحبت ها نشدم. واسه من همچنان این کتاب پنجم دبستانه، کلمات و ترکیب های تازه. آخه یه چیزی هم بگید که بگنجه. خواهش میکنم. ملت ما ملت کنجکاوی هستن. اصلا کلن وقتی صحبتش میکنیم ملت کنجکاوی هستن. و از طرف دیگه هم فرصت طلبی در بخشی از ماها اصلا فوران داره. ما اصلا باهاش حال میکنیم. مثلا طرف یه دونه عکس میذاره توی فیسبوک در رابطه با یا در اینستاگرام در رابطه با آخرین آهنگ جدیدی که مثلا اجرا کرده. طرف میاد زیرش میزنه یه پراید دارم، خیلی عالی، خوب، چرخاشو تازه عوض کردم، دوست داری به این شماره زنگ بزنید. اون یکی نوشته زیرش که برای تریلر و فیلم های وحشتناک به صفحه ما رجوع کنید. نفر بعدی سریال های زیر نویسدار ترکی، اسپانیایی، کره‌ای اگه خواستید یه سری به ما بزنید. آخه تا چه حدی؟ آخه واسه چی؟ من هنوز متوجه این مسئله نمیشم. یا بعضی از ماها به خاطر اینکه مردم بیان به سری بزنن به صفحه ما یا نمره دیدارها رو بیشتر کنیم با خبرهای مختلف میان. ما هم که مردم همیشه حاضر در صحنه، نه نه، همیشه حاضر در اینستاگرام و فیسبوک، که آمادگیشو داریم. همین به تازگی خب برامون جالبه دیگه، به خصوص بعد از عکس های زیبایی که مثلا در اومد از گلشیفته عزیز که خب همه جا دست به دست چرخید و همه درباره صحبت کرد. البته شما که ندیدید، من میدونم که شما اهل این کارا نیستید و این کارا رو نگاه نمی‌کنید. اونای دیگه دیدن به شما گفتن، ولی شماها رو من میشناسم، اصلا به خصوص جناب علی اصلا اهل دیدن این عکس ها نیستید، اصلا به شما چه ربطی داره؟ بعدم چی بود که حالا بخوایم دربارش انقدر صحبت بکنیم و این حرفا، که اینم بحث دیگه است که همه نگاه میکنن که فقط ببینن که بگن که نه ما قدمت زیادی داریم و ایرانی اینجوری نیستش، ایرانی رو باید اصلا همه چیه ایرانی ها در یک ابعاد بزرگیه، ما اصلا گودزیلایی هستیم سیستم و سایز داز ماتر و اینو بهش اعتقاد داریم. ولی خبرهای دیگه ای میاد. مثلا طرف تو صفحه زده لیلا حاتمی در رخت خواب. خب این خیلی ها رو دوست دارن ببرن ببینن لیلا حاتمی در رخت خواب یا در تخت تو پیدا کنن. این عکس رو ندیدیم؟
آقا ما همه جور عکس‌ها رو دیدیم، در کن دیدیمش، در جاهای مختلف دیدیمش، برای فیلم‌ها دیدیم، در تخت خواب ندیدیم. پس شیرجه به صفحه این رفیق که عکس لیلا حاتمی رو گذاشته در رخت خواب. آناناس. بله این اتفاق نیفتاده و بعد خب اینجوری شده. نفر بعدی دیدی آقا کم نیاره، کم نیاره، و این خیلی مسئله است. اطلاع زده مهناز افشار، مهناز عزیز، در کجا؟ در استخر. حتما دبی بوده دیگه، گفت استخر یا تهران، حتما پیداش کنید عکس. وای بچه ها ببین چی گیر آوردم، داشتم همینطور موج سواری می کردم در فیسبوک و اینستاگرام، چشم خورد به این مسئله که مهناز افشار در استخر. یه سری بزنیم بهش. دبل آناناس. و اینها خب کلن خیلی جالبه دیگه، یعنی وقتی ما نگاهش میکنیم بابا آخه چه دلیلی داره؟ چرا؟ چرا باید همش ماها دنبال این مسائل باشیم؟ به خدا هیچ کسی به اندازه ما کنجکاو نیست. حالا فردا بگن امیر قاسمی گفته حسود، حسود قشنگ نیستش، کنجکاو نیست. دست بردارید دیگه. نه اصلا کلا ما که هر این کارا نیستیم و نگاه نمی کنیم. علکی شما هم که حتما همینطورید. بازم علکی، ولی نکنید، نه نکنید. صحبت ایران و عربستان و سعودی دیگه کار به رهبرها کشیده، رهبرها به هم دیگه توییت میفرستن و حال و احوال هم دیگر میپرسن، که البته به قول معروف نات، یعنی درست برعکس داستانه. این بالاخره بعد از سالها این احساسات قلبی داره همینطور فوران میکنه و دارن دیگه مسئله رو شده، علنی شده دیگه، به هم دیگه بده بیرا. از طرف دیگه هم ماها تو مهمانی ها مهمترین بحث از طرف ما کارشناسان بزرگ این هستش که اتفاقات چیه و چه مسئله میتونه ایران رو نجات بده و به مرحله بعدی برسونه، اوضاعها درست بشه، بتونن این کمپانی های بزرگ آمریکایی راحت برن و بیان. صحبت سر کلینتون و ترامپه، هیلری یا ترامپ، کدوم یکی، و هر کسی نظره خودش رو میده و این هر کسی میگه که اگر ترامپ بیاد به خاطر این مسائلش سوق الجوشی میتونه برای ما نجات بده، نجات آور باشه. از طرف دیگه بعضی ها صحبت از هیلری میکنن، نه آقا دیدی ترامپ درباره ایرانی ها چی گفتش؟ که اصلا اینجور نیست، هیلری خیلی بهتر از ترامپه. و این بحث که یک چند ساعتی یا یک مدتی توی خونه ها رواج داره، آه اصلا به شما چه، به ما چه ربطی داره، چه فرقی میکنه، کی اومده واسه ما فرقی کرده یا فرقی نکرده؟ همه هم یه سری شعار میدن، اول هم میگن این کارا رو میکنیم، بعدم اگر کردند باریکلا نبوده دیگه. تو همه جا دیدیم دیگه، تو کشور خودمون دیدیم، تو آمریکا دیدیم، همه جا دیدیم دیگه، نه بخششه دیگه، چه مشکلی داره؟ چرا اینقدر دربارش صحبت میکنید؟ بابا هر کدوم اینا بیان برای ما تنها یک مسئله است و بس. بله هر دوتاشون تنها علامتی که به ما میدن پیروزیه و میگن بفرمایید، یا لایکه به قول خودم، ما الان دیگه اینو به عنوان لایک میشناسیم. برای همینم زیاد اینقدر تجسس و اینقدر مسائل نسبت به این مسئله نداشته باشید، اینقدر با هم دیگه بحث نکنید در رابطه با که کدوم بیان کدوم نیاد، فرقی نمیکنه برای ما ایرانی ها، هر دوتاشون یه حرف رو میزنن.
اینه که دنیا صحبت از این که آقا بچه کمتر، زندگی بهتر، همه مسائل، ما همچنان نگرانیم که آقا ما نیاز داریم بچه زیاد بشه. خب اوضاع کشور درسته، همه ماشاءالله وضع مالی خوبه، پول زیاد داریم، بالاخره هر روز دم خونمون یه پیت نفت، یه پیت گازوئیل، یه پیت بنزین دارن همطور میاد، خیالمون راحته، مشکلی نداریم، دردی نیست، همه ماشاءالله هر روز کباب، بره، گوسفند، گوساله میخوریم، خیلی عالی، خوشمزه، خوب. گاهی وقتا هم فخت بشه جوجه کبابی میزنیم دیگه، چیکار کنیم دیگه، راه دیگه ای نیستش. خب بالاخره سالاده که باید باشه در کنار اینها، بعد باقالی پلو، لوبیا پلو، زرشک پلو، اینا همه هستش. خب برنج سفید که واسه خودش دیگه همونجا میچرخه، اوضاع خوبه، بچه بیشتر باشه، بقیه اینا بخورن دیگه، چیکار کنیم با این همه غذا؟ یه فکری یاد بکنیم دیگه. مردم ماشاءالله وضع که خوبه، چرا اسراف، چرا بریزیم دور؟ خدا رو قهر بیاد یه درستی استش اصلا، چرا بریزیم دور؟ بچه بیشتر. یه مطلبی دیدم خیلی این هفته جالب بودش، حاج آقا محمد حسن مرادی امام جمعه شیراز فرمودن که به دلیل تأخیر ازدواج جوانان سالانه 440 هزار نفر از فرصت فرزند آوری از دست میره. 440 هزار تا بعد سالانه اضافه بشه نمیشه. چرا؟ چون دیر ازدواج میکنن. خیلی تو فکرش بودم، یعنی جدا خیلی جالب بودش. حاج آقا این نمره دقیق خیلی نمره قوی و دقیق بود، یعنی سالها ارقام، تعداد، ضرب، تقسیم، زیر رادیکال به اضافه عدد پی، واو، 440 هزار تا، خیلی خوبه. این وای آمریکایی رو خیلی دوست دارن. اصلا بعضیا دو سال میان آمریکا اول چی یاد میگیرن واوست. و 440 هزار تا ما سالانه کم داریم. خب یه خود زودتر بجنبید یه بچه‌ها، یه خود حرکت بدید، یه خود زودتر بونتون ازدواج بکنید که بتونیم بریم واسه المپیک انشالله، تعداد رو بیشتر کنیم و بریم. فقط حواستون باشه که اگر که خواستید برای المپیک هم شرکت بکنید، بخش بانوان نرید، یا سعی کنید که دخترهایی بودن کمتر باشن. چون مثلا نگاه میکنیم دیگه، والیبال آقایون رو چقدر خوشگله، آدم نگاه میکنه اصلا کسی از خود بی خود نمیشه، چون خانم ها احساس ندارن و حسی ندارن، برای همین ما خیلی راحت والیبال رو نشون میدیم، فوتبال رو نشون میدیم. ولی ما آقایون اصلا کلهم یه جورایی بیماری داریم، بیماری یعنی نشون داده شده تو کشور خودمون که ما مردا بیماری جنسی دارن. یعنی اگرم نداشته باشیم، طوری که به مردم گفتن طوری هستش که آقا مردا بیمارن، کلن مردا بیمارن، مچ پا ببینن حالشون بد میشه، یه ذره دست ببینن حالشون بد میشه، مو ببینن که اصلا خود بی خود میشن، ممکنه قش بکنن اصلا چند نفری. بعد اصلا این تراوشات فکری که برای آقایون به وجود میاد، این وقتی خانم میبینن دود از سرشون بلند میشه، میگیره به آسمون هفتم، و بعد اصلا گناه بزرگ دیگه، تازه خانمه گناه میکنه، نه ماهایی که نگاه میکنی، گناه کبیره مال خانومه است. و ما چه؟ ما رو گذاشتن جلو چشمون، خب باید ببینیم دیگه. نباید ببینیم وقتی یه چیزی خوبه، خب باید دید دیگه، خانومه نباید بذاره جلو چشم ما. عزیزم میگم نشون ندید اینا دیگه، شما بس که حرف گوش نمی کنید، فرق نمی کنه. ما اصلا ورزش بانوان نباید نشون بدیم. حالا دخترای ایرانی هم رفتن والیبال برنده شدن، سه دست پشت سر هم بردن، باری کلا نشون دادن نداره.
نشون دادن والیبال پسرها خوبه دیگه، خانوما مهم نیست گفتن، خانوما اصلا از خود بی خود نمیشن، خانوما هیچ مسئله اتفاق براشون نمیفته، فقط ماها هستیم که این بیماری رو داریم. بیماری ما رو آقایونه، این طوری که تو کشور ما نشون داده شده این هستش که ماها مشکل داریم. مثلا ماها آستین کوتاه بپوشیم اشکال نداره، ماها شلوار کوتاه پامون باشه مشکلی نیست، چون ماها خانوم ها براشون اصلا اهمیت داده، خانوم های ما همشون خیالشون راحته. ما آقایونیم که نمیتونیم ببینیم حالمون بد میشه و گناهش کردن خانوم ها میفته. این خیلی اهمیت داره، توجهش بکنید، مسئله کوچیکی نیست، باید بهش فکر بکنید یه مقداری. مثل طرف میمونه دیگه، مثل غذا خوردن میمونه. ما غذا میخوریم، طرف غذا میخوره، یه سری هم شکماشون بی خودی باد میکنه بخود یه غذا نمیخورن. خیلی جالبه، برگردیم به اینجا صحبت بکنیم. اول قبل از اینکه برگردیم یه تبریک به بانوان والیبالیستمون که چقدر خوش درخشیدن، دمشون گرم، خدا حفظشون کنه انشالله. از طرف دیگه درباره چاقی صحبت کردم، اینها میگن آقا مردم ندارن. یکی از دوستان، یکی از مسئولین عزیز برگشته گفته که مردم ندارن پس چرا همه چاقن؟ راست میگه. همین مسئله رو تو انقلاب فرانسه ماری آنتوانت زد، گفتن آقا مردم نون ندارن بخورن، خب نون ندارن بهشون کیک بدی، خیلی راحت. اینم همین حالته، اگه ندارن پس چرا همشون چاقن؟ از طرف دیگه سراغ دنیای ورزش، دنیای ورزش ما که بسیار هم باعث افتخاره. دیدیم اتفاقاتی که برای این کشورهای مختلف افتاد که پناهندگان زیر پرچم پناهندگی در المپیک‌های مختلف شرکت کردن. کم کم رفته رفته من نگران این هستم با تعداد جمعیتی که هر روز از ایران خارج میشه و تعداد ورزشکارانی که همینطور شایعاتشون این ور اون ور پراکنده هستش، این اتفاق سر ما ایرانی ها نیفته. آخرین خبر رو نگاه میکردم دیدم که گفتن که یاسین شمشکی به اتفاق همسرش رفته به سوئد و اونجا پناهنده شده. البته رئیس فدراسیون اسکی گفته که نه، یاسین یه مقدار دیرتر برمیگرده و برمیگرده. خب خیلی هم عالی، این باعث خوشحالیه که برمیگرده و برای کشورش باز هم اسکی خواهد کرد و در ایران میمونه. اما خب ما این برمیگرده ها رو زیاد میشنویم و از طرفی هم یه مقدار سواله. مثلا مثل همین برمیگرده یه نمونه داریم، قصه بازیگران ایرانی که از ایران خارج شدن و به ترکیه سفر کردن که برن اونجا و در سریال ها و فیلم ها بازی کنن. خب در شروعش یک فرش قرمزی بود برای اونها که در یک تلویزیون ماهواره‌ای حضور داشته باشن و اونجا برن و فیلم بازی کنن. فیلم ها به بازار اومد، سریال ها به بازار اومد، حتی دو تا از فیلم ها از بی حواسی مسئولین به صورت DVD در خاربار فروشی های محله ها در تهران هم و در شهرهای دیگه هم فروخته شد و مسئولین در خواب به سر می بردن. اما برگردیم به این بازیگران، که این بازیگران خب غیر از یکی دو تاشون که اسمشون رو دست و گریخته شنیده بودیم، بقیه تازه کار یا تازه وارد به دنیای تلویزیون یا سینما بودن که اینها تصمیم گرفتن که برن. بعضی از اینها در مقابل دوربین این تلویزیون ها قرار گرفتند، بعضی ها اصلا قرار نگرفتند و این سریال هایی که ساخته شد، سریال هایی بود یا فیلم هایی که در اومد، فیلم هایی بودش که در همون شروع ساز ناموفق بودن و بد بودن کار رو میزد. خب مشخصه، یکی این که مطمئنن کسانی که مسئولیت این کار رو داشتن این کاره نبودن، و بعدم این که
سریعا مقایسه میشدن با کسانی که در ایران دارن کار میکنن یا مقایسه میشن با سریال های ترکی یا سریال های دیگری که در شبکهشون پخش میشه. به خاطر همین هم کلن این کارها کشتی بود که به سرعت غرق شد و زیر آب رفت. از طرف دیگه هم نارضایتی و این مسائلی دریافت حقوق و این مسائل که از طرف کارمندان شبکه به نظر اومد و صحبت شد که اون باز دوباره به ما ربط پیدا نمی کنه. چیزی که ربط پیدا می کنه این هستش که رسانه های ایرانی یا یکی دوتا از نشریات شروع می کنن که بله بعضی از این بازیگران اظهار ندامت کردن و می خوان به کشورشون برگردن. از جمله اسماعیل آورده که کسانی که رفته بودن رابعه اسکویی، چکامه چمنما، راسین کبریتی، مانی کسرایان، پردیس افکاری، صدف طاهریان، ساناز زریمهر. تو میونه اینها صدف طاهریان با صفحاتی که ازش بیرون اومده، من فکر نمی‌کنم همچین تصمیمی داره برگرده و برگرده نمی‌دونم بخواد چیکار بکنه. این از این و هیچ وقتم جلو دوربینی من ندیدم در هیچ کدوم از این شبکه ها به عنوان بازیگر اعلامش کنن یا باشه، حالا نمیدونم بر اساس به توافق نرسیدن یا تلویزیون تصمیم گرفت که از ایشون استفاده نکنه، من نمیدونم اونو. اما اسمای دیگه اسمایی هستن که اکثریتشون رو ما نمیشناسیم یا من به گفته نمیشناسم و بازگشت اونها مطمئنن اگر هم وزارت ارشاد این مسئله رو عنوان کرده که گفته او وزارت ارشاد هستش، بازگشت اونها مطمئنن ممنون کاری خواهد بود و نمیدونم آیا این فقط یک ترفند تبلیغاتیه برای وزارت ارشاد و مسئولین، یا که بگن ببینید اینا رفتن پشیمون شدن، یا اینکه نه واقعا پشیمون شدن. در هر دو طرفش واقعیت داره، چون از یه طرفی میتونه ترفند تبلیغاتی باشه که اونها پشیمون شدن ولی نیازی به گفتنش نیست، چون با کارهایی که بیرون اومده مطمئنن پشیمون شدن که چرا از ایران خارج شدن. از طرف دیگه هم آیا اینها دیگر در ایران ماندگار بودن غیر از یکی دوتاشون، آیا هیچ وقت به موقعیتی نصیبشون میشد یا کسب موقعیتی میکردن که چرا حالا امروز خارج شدن یا از ایران به چه دلیلی بیرون رفتن؟ مطمئنا دلیل بیرون رفتنشون مشخص هستش، چون احساس میکرده که در ایران جایی براشون نیست. این هم میتونه یکی از دلایل باشه. و در کشوری که هر روز و هر روز و هر روز چند خواننده و چند بازیگر به جمعیتش اضافه میشه که با هزاران امید اون هم این کار اتفاق میفته و بعد هم به دیوارهای بنبست برخورد میکنن، خب توجه به نشوشی رو این زندگی کلن این هم مسئله هستش. کلوزاپ ها با لانگشات ها خیلی فرق میکنه. منسان ها در لانگشات شکل و فرم دیگری هستند. وقتی دوربین به کلوزآپ اونها نگاه میکنه دنیا فرق میکنه. بیزینس تلویزیون هم همینه، سینما هم همین هستش. هر کاری از دورش خیلی راحت یا قشنگ به نظر میرسه، ولی زمانی که به کلوزآپ اون نگاه میکنید متوجه میشیم که اون کار به اون راحتی نیست، به اون آسانی نیست و شما نمیتونید یک شبه بیاد و محبوب بشید چون یک تحصدایی دارید یا چون چشمان خوش رنگ روشنی دارید یا اینکه مثلا موهاتون روشن تر از بقیه جمعیت ایرانه و به خاطر خوش تیپی و خوش قیافه و خوشگلیتون یا ساق پاتون شما مطرح و معروف بشید. اینها همه مدت زمان کوتاهی داره. اگر یک کاری بخواید بکنید باید در اون کار حرفه‌ای عمل کنید و حرفه‌ای جلو برید. این قصه اصلی این کار هستش. و حالا آیا این بازیگرها و این اشخاص میخوان برگردن یا برنگردن؟ من فکر نمی کنم. نه برای سیستم و برای امروز سینما و تلویزیون ایران فرقی خواهد کرد و نه برای اونهایی که برگردن به اون کشور و نتونن کار بکنن. برصورت یک عملی رو انجام دادن. امیدوارم که ما مثل بقیه اونها مثل بقیه نبوده باشن که هنوز تصمیم نگرفته دست به کاری بذارن که بعدن پشیمون بشن. برمیگردیم.
این روزها فیلم های ایرانی به آمریکا میان و خب این مسئله قدیمیه، در گذشتم داشتیم فیلم های مختلفی که اومدن و امروز هم در آمریکا میبینیم که فیلم ها بیاد و از 50 کیلو آلبالو تا بارکود و این ها به لس آنجلس یا شهرهای دیگه راه پیدا میکنه، که از یه طرف اون طوری که ما توقع داریم و سینما رو امید داشتیم که سینمای ایران رشدی کرده باشه، متاسفانه با دیدن این فیلم ها آنچنان رشدی رو متوجهش نمیشیم و متاسفانه فیلم ها در اون موقعیتی نیستن که شما بخواید این فیلم ها رو برید ببینید در سینما و لذت ببرید ازش و بگید بر چه فیلم خوبی دیدم. دیدم که دوتا مسئله واسه هم جالب بود. یکی این که فیلم بارکود با حضور بهرام عزیز، بهرام رادان صورت گرفته بود که خیلی هم جالب. فقط تنها سوال من این بودش که جمعیت که در سالن سینما بودن، این 200 نفری که در سالن سینما بودن، اینها همه ایرانی بودن و من باز متوجه نشدم که چرا بهرام عزیز در شروع صحبت شروع کرد به انگلیسی صحبت کردن. یعنی ما هم بله، یعنی ما هم بلدیم، خب بسیارم عالی، ولی چرا؟ I start my words in English, so thank you for coming here tonight. Thank you for coming. Welcome to Barker's premiere in Los Angeles. As you may know, Iranian cinema is highly regarded. It has been well presented in all major film festivals. ما یه فیلم ایرانیه، یه فیلم به زبان فارسیه، بازیگر ایرانیه، کارگردان ایرانیه، سوژه ایرانیه. چه دلیلی داره که ما باید به زبان انگلیسی در میونه یک جمع ایرانی صحبت بکنیم؟ و این یه مسئله ای. البته ماها همیشه لس آنجلس رو زیر سوال میبریم، بعد ماها که در لس آنجلس هستیم انسان‌های غرب زده محسوب میشیم، بعد اصلا غرب زدگی جزوی از ماها به حساب میاد، ولی خب مال کسای دیگه ای نیستش، فقط ماها غرب زده ایم و ماها این مسئله ای. ولی من خواهشم از دوستان هنرمند اینه، البته چه خوبه که هنرپیشه‌های ما، شخصیت‌های هنری ما به زبان انگلیسی یا زبان فرانسه آشنایی داشته باشن، این خیلی خوبه، من خوشحال هستم. متاسفانه در عزیزانی که وارد کشور آمریکا میشن و تعدادشون زیادن، من هر روز میبینم، زبان انگلیسی قوی ندارن. شاید با یکی از این دوستان که صحبت میکردم که همکاران من هستش، صحبت از این میکنه که امروزه کشور ما در موقعیت از لحاظ تحصیلی اونقدر بهش توجه نمیشه و سوال من نیست که اگر آموزش و پرورش داره کارشو درست انجام نمیده، امیدوارم خانواده ها به فکر این باشه که بچه ها رو به کلاس های انگلیسی یا به کلاس های زبان بذارن و یه مقداری ترویج نه فقط زبان انگلیسی، اطلاعات عمومی، مسائل مختلف بیشتر باش آگاهشون کنن که بهتر بدونن. از طرف دیگه هم بپردازی به این مسئله که خب شما که به خارج از کشور میاید، وقت خودتون رو صرف این نکنید که تازه بخواید همون الفبای اولیه رو یاد بگیرید، بتونید راحت صحبت بکنید. و دنیا الان دنیای این شده، چقدر خوبه که داشتن این صفحه های مجازی و با این صفحات اجتماعی، بهتره بگم، میتونید راحت تر با این زبان ها آشنا بشید، خوشحال کننده خواهد بود. یه مسئله دیگه که دیدم در این مسئله فیلم بارکود، حضور یک میکروفون بود که این برام جالب بودش. اول از همه سوپر از این که آقا این آپارات مال داخل کشوره یا مال خارج از کشوره و این رسانه کجاست؟ چون بعضی ها صحبت از این که رسانه داخلیه و رسانه هستش که حمایت داخلی داره،
بعد خوشحال شدم از اینکه خب مثل اینکه خدا رو شکر دوستان از سر گناهان ما گذشتن. چرا؟ چون دیدم آپارات میکروفون از با مایکل مصاحبه کرد. مایکل وقتی مصاحبه باش بودی خیال حله، یعنی داریوش و ابی و معین و شمایزاد و اسم منم میاره توش، منو دیگه واسه تون بگم کیا دیگه، آصف و شهرام شهبر و همه این ماها خود به خود جواز داریم دیگه، مثلا من حله. چون اگر مایکل صحبت میکنه یا میتونه در مقابل میکروفون آپارات قرار بگیره، خب انشالله دیگه مشکلی نخواهد بود دیگه، دیگه روابط حسن است دیگه، با هم خواهر برادر شدیم دیگه، خیلی عالیه. خیلی دوست داشتم بیام و دعوت هم شدیم که بیام بچه هم از نزدیک ببینیم، هم فیلم رو ببینیم. میتونیم دیگه ما هم انجام بدیم این کار رو، اونا هم انجام بدن، صحبت کنن. یا یعنی که نه، بازم این فقط واسه ماها، بعد ماها رسانه بیگانه هستیم، ماها خارجکی حساب میشیم و از اونا هر کاری اونا بکنن اوکیه، مشکلی نیست، ما نباید انجام بدیم. مثلا خواننده میاد برای مردم بیگانه در خارج از کشور برنامه اجرا میکنه، مشکلی نیست، ولی خواننده ما، خواننده بیگانه که مثل ماها باشه، نمیتونه بره توی اون کشور مثلا برنامه اجرا کنه، یا یه فیلم ساز بیگانه نمیتونه فیلمی بسازه که برای مردم داخل کشورش باشه، یا یه بازیگر بیگانه مثل آقای موسوقی میتونه دعوت بشه در این میهمانی یا در این شب نشینی بارکد از طرف مسئولین و بازیگران فیلم، ولی نمیتونه فیلمی بازی کنه. چون اگر فیلم بازی کنه، یه هنرمند بیگانه چه ربطی داره که توی فیلم وطنی حضور داشته باشه؟ کلن ماها زبانمون فارسیه و الا رسانمون بیگانه است، هنرپیشه هامون بیگانن، خواننده هامون بیگانن کلن، و شماها هم کلن با این بیگانه ها یه 30 سالی حال کردید و نگاه کردید و خلاصه لذت بردید، اما بیگانه نگاه کردید. بیگانه نکنه بیگانه بیگانه هم ما رو میبینستن کلن. امیدوارم که این مسئله هم برداشته بشه و انشالله که هم هنرپیشه ها و چهره های ما در مقابل میکروفون های داخلی حضور داشته باشن، و هم این که هنرپیشه ها و چهره های ایرانی وقتی به خارج از کشور میان در مقابل میکروفون ها راحت صحبت کنن. البته گفتن مثلا رادیوها مسئله نیسته، چون دیدیم مثلا رادیوها بهرام رادان مصاحبه کرد، بهرام عزیز 1 ساعت مصاحبه رادیویی داشت با رادیو لس آنجلس. رادیو صاحبش آمریکاییه، برای همین بیگانه حساب نمیشه. مجریاش هم خب حالا دیگه مجریاش بیگانن، ساسان کمالی و حسین مجید و اینها بیگانه ها هستن تو این، و این یه مشکل نیستش. تلویزیون ها بیشتر به عنوان بیگانه محسوب میشن، و خب میبینیم دیگه مثلا سالار عقیلی اگه مصاحبه کنه مشکل نیست با رادیو، آقای رضا صادقی، رضا عزیز مصاحبه کنه با رادیو مشکلی نیستش، با تلویزیون مصاحبه نکنن، اینا بیگانن. برمیگردیم. بحث موسیقیه و مطمئننم شما این بحث و این بخش رو دوست دارید، چرا که ما ملت کنجکاوی هستیم، نه فضول، کنجکاو. خیلی با هم مثلا فرق داره الکی. خدمت رو بگم که یه آهنگ شنیدم از یکی از همکارانم برام گذاشتش، آهنگ کردی بود، خیلی قشنگ بودش، من نمیفهمیدم چی میگه، مثل همین شیرین شیرینه که خانم هایده سالها خون، ما نمیفهمیدیم این، هی فکریم میگه شیرین شیرین شیرینم شیرینم چی بود، گشکسته، ما اشتباه میگفتیم، چی میگه؟ گشکسم گشکسم یعنی چی؟ همه چیزا. آها، یعنی شیرین همه چیزا، ما فکریم منظورش مثلا میگه شکسته یا همچین چیزایی، حالا مهم نیستش که ما سوال نمی کنیم. از طرف دیگه یه خواننده هست به نام عمر دزایی، این یه خواننده کرده
سن و سالی هم داره، یه آهنگی خونده به نام دونیشو. دونیشو به زبان کردی یعنی دیشب. بعد این آقای دیگه الان سنش رفته بالا، بیشتر خواب میبینه تا اینکه واقعیت و اینا. بعد شعره توی میگه که دیشب خواب به تو دیدم و تو خواب اومدم بغلت و دراز کشیدیم و بعد لبمو دیگه بوسیدم تو، بعد یه کارایی و بعد خیلی با هم دیگه اومدم بلندشم برم، دستمو گرفتی نذاشتی، باز کشیدیم و بعد با هم دیگه بودیم و خیلی حال و داستانهای مختلف و میره تو مسائل مختلف. و بعد اذان صبح شد، من از جام بلند شدم با چشمان خیس و تو هم دیگه رفتی دیگه دنبال کار خودت. زار و از پای او بنرمی دمم برد بونه ویگرمی چاوی حال هنا و پی گوتم خونم عدی تو هاو سرمی. توی فکر بودم که ماها تو زبان کردی این مسئله گفته میشه، میگن هیچ مشکلی هم نیستش، خیلی هم قشنگه، مردم عاشق این آهنگن. مال ما نمیشه. مثلا شما حساب کنید که مثلا خیلی مشکل داشتید، مثلا آقای اندی سر صدای زیادی بلند شد که گفتش که موچ موچ و تو آهنگ فارسی و تو کار فارسی موچ موچ و یه ماچ بده و از یه حرفا، یا دوست دخترم میخوام تو باشی، تو دوست دخترت باشه که چیکار میخوای باش بکنی و اینا سوال بود. یا مثلا بدترین چیزی که ما یادمون میاد مال موین بود که میگفتش که یه شب دیگه پیشم بمون. خب سوال پیش میومد که این طرف یه شب بوده خوش گذشته، حالا موین داره خواهش تمنا میکنه که حالا که بودی یه شب دیگه هم پیشم باش. خب اینم باز دوباره سوال برانگیزه. ولی نگاه میکنیم تو این کارها اگه خدای نکرده این وقت فارسی ترجمه بشه، انقلاب میشه تو کشورمون و مشکلات زیادی را میفته. نشون میده که هر کسی تو زبان خودش و تو فرهنگ خودش میشه یه کاری بکنه. برای همینم هم هر کاری رو برای فرهنگی ساختن و برای جامعه‌ای ساخته شده. ما هم درسته که قدمتمون زیاده و فرهنگ فعلی والایی داریم، ولی این مسائل قدرت درک این چیزها رو نداریم هنوز. هنوز یه 2000 سال دیگه مونده که بشه 11000 سال انشالله، چون میگیم 9000 سالی که هستیم بشه 11000 سال، اون موقع دیگه فرهنگمون جا افتاده و درسته. بعد بریم سراغ یه کار دیگه. یه آهنگ یه خواننده مراکشی خونده، حتما شنیدین، جوانها خیلی این آهنگ رو دوست دارن. خواننده‌اش اسمش هست سعد لمجرد. سعد لمجرد یه خواننده همونطور که گفتم مراکشی، یه پسر 30 و خورده ساله است، قیافه خوبی داره. یه آهنگی خوندهش، آهنگ خیلی اینت معلم، این آهنگ رو خونده، خیلی هم طرفدار پیدا کرده، بسیار هم عالی، خیلی هم قشنگ، خیلی هم خوب. حالا یه آهنگ شدیم از دوست دیگه بود، ساسی نازنین، ساسان گل، که اینم اومده یه آهنگ خونده به نام سلام. اول از همه یه سری سرصداشون رفته بالا که ساسان عزیز، ساسی جان، ای عزیز مانکن، چرا حالا در این موقعیتی که رهبران دو کشور به هم دیگه توییت های فوش میفرستن شما عربی خوندید؟ این اول از همه صدای همه در اومده که چرا عربی. دومه مسئله این هستش که ساسان جان چرا رفتی این آهنگ سعد رو اجرا کردی و این آهنگ، یعنی در واقع یک موج سواری اتفاق افتاده و این روی این آهنگ شما خوندید و اومدید از روی این آهنگ برداشتید و نوآوری نداشتید. انت معلم و احنا منك نتعلم، انت معلم و احنا منك نتعلم، نسكت و انت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت و انت موجود ما نرضى نتكلم. هي سلام لا ملام حبيبي يا كل الكلام، هي سلام لا ملام انت روحي يا المدام، ما يميش بترد المقدام، انت يا غالي يا حب الخيالي، انت يا غالي يا حب الخيالي، دلع
داستان جالب همینه که دفعه گذشتم گفتم، اینه که در گذشته مردم اینترنت نبود، آهنگ می اومد، آهنگ مثلا آهنگ فرانسوی بود یا آهنگ هندی بود یا آهنگ مال کشور دیگه بود، ساخته می شد، خواننده هم می خوندش، کسی هم متوجهش نمی شد، می گذشت زمان. امروز متاسفانه یا خوشبختانه این حالت نیست، بچه ها با موسیقی های جهان آشنایی دارن. با اینکه باید توجه کرد که شما در هیچ کشور دنیا، در هیچ کشور دنیا نمیبینید که اینها اینقدر مثل ما ملت که ما بهش بگیم عاشق موسیقی، بعضی میگن وطن فروش، لغت های مختلف داره که من بهش اعتقاد دارم که ما موسیقی ملل رو دوست داریم، حالا اشکال نداره. مثلا شما فرانسویه رو نمیبینید که مثلا موسیقی ایرانی گوش کنه، یا موسیقی ترکی، مثلا آمریکایی رو نمیبینید موسیقی ترکی گوش کنه. ماها ولی نه، اینطور نیستیم. ماها ترکی گوش میکنیم، عربی گوش میکنیم، آفریقایی هم بیاد گوش میکنیم. ملت های دیگه این حالت رو ندارن، فقط به کشور خودشون و به موسیقی خودشون احترام میذارن، نه به، یا گوش میکنن بهتره بگم، نه به موسیقی های دیگه. و با این مسئله اتفاق و مسائل به جایی رسیده که به سرعت متوجه این مسئله و این داستان ها میشن و امیدوارم هستم، چون من اعتقاد دارم که دوکار آخر ساسان یا ساسی، دوکار آخرش بسیار مورد توجه قرار گرفتش و بسیار خوب بود و دلیلی نداره که کاری اتفاق یا آهنگی اتفاق بیفته انجام بشه که مردم رو براشون سوال پیش بیاد یا آرتیست زیر سوال بره. یادتون میاد دکله که گم شده بود پیدا نشد، دکل رفت، آش رو با جاش بردند، یا به قول آقای احمدی نژاد اون ممه رو برد یا خورد؟ بله، اون داستان رو یادتون میاد؟ خیلی برام جالب بود. فقط ما، فقط تو کشور ما، فقط ملت ما میتونیم از این کارا بکنیم، به اون برچسب بخوره و بعد یه تلویزیون ما رو دعوت بکنه که ما بریم اونجا لباس خوبم بپوشیم بشینیم صحبتم بکنیم و هیچ اتفاق هم نیفته، هیچ کسی هم نه صحبت هم به عنوان کارشناس صحبت شده، هیچ کسی هم نپرسی که آقا این دکله داستانش چی بود. بی بی سی رو میگم، بی بی سی یه گفتگوی داشت خیلی جالب بود با آقای مصطفی عزیز که تمام این شایعات در رابطه با این دکل و غیب شدن دکل و پول دکل در رابطه با ایشون بود، ولی چیزی که ما دیدیم ایشون رو به عنوان کارشناسه مسائل نفت و این مسائل آوردن باهاش مصاحبه کردن، ایشون هم خیلی خوب و شیک و قشنگ نشست. آقا تو رو خدا آقای مصطفی شما بگید این داستان دکله چی بود، این وسط کیا خوردن، کیا بردن، نقش شما اینجا چی بود؟ و بی بی سی که نپرسید، اقلا ما از طرف مردم بپرسیم این پول بالاخره بیت المال به کجا رفت، تو جیب کی رفت و چی شد؟ چی شد؟ تو رو خدا این رو عنوان بکنی. صحبت از این مسائل بود، یه خودم بیه با همدیگه در رابطه با دنیای امروزی صحبت بکنیم، دنیایی که یه مقداری مسائل بازتره. یه مطلبی دیدم مال چندی پیش بود از آرام بلندپس، اگر اشتباه نکنم اسمش رو، که گوینده شبکه من و تو بوده یا هست، و اونقدر مردم بهش توهین کردن یا صحبت کردن که مجبور شده خودش بیاد و در رابطه با خودش صحبت بکنه. شاید حقیقت آنچه که قرار است بازگو کنم خانواده و دوستانم را ناراحت کند، اما چه کنم که از بیماری مادرم ایران به سطوح آمدم. من هم جنس باز نیستم، من هم جنس گرا هستم. هم جنس گرایی فحش نیست، مرض نیست، تشر نیست، تمایلی است طبیعی از اختلاف در گرایش های جنسی انسان، اگرچه که هم جنس گرا ستیزی بیماری است بس مهلک.
باور من آن است که آنچه که شما را مخاطب من قرار داده، تلاش‌های 6 ساله گذشته من برای آشکارسازی حقیقت و مرام حرفه‌ای من در احترام به شعور مخاطب است. تشکر می‌کنم از جان برکفان امام، حسینی‌ها، زهرایی‌ها که مرا اوریان تصور و تماشا کردند و با فرستادن حواله‌های تناسلیشان متحول. این تحول کمپینی خواهد بود برای نجات سرزمین مادری. اگر تمدن سرزمین مهراب فسانه نمی‌دانید، کمک کنید تا ما آغازگران حقوق بشر آن را به زمین بار دیگر بازگردانیم. اول از همه این که ما هنوز فرق هم جنس باز و هم جنس گرا رو نمیدونیم چی هستش. خب این جالبه، توی صحبت ها هم اونایی که هستش می‌نویسن یا مردم ما بعضی میگن آقا هم جنس گرایی از غرب میاد، ما اصلا تو ایران نداشتیم. این تابلوها رو نگاه نمی‌کنیم که قبلا مثلا دوران صفوی یا اینا کشیده شده یا نقاشی ها، و نمیدونیم که آقا همجنس بازی بدتر از همجنس گراییه، چون همجنس بازی این یک کار شهوانی و زشتیه. البته خب با داشتن که با ملیجک و اینها مسئله رو حل کرده، چون ملیجون و اینا رو همه دو طرف هم از توبره میخوردن اون زمان ها مسکیه، هم از آخور، و اصلا براشون جالب بوده این مسئله. ولی در رابطه با این داستان که ماها بخوایم به یه نفری سر این داستان اینقدر توهین بکنیم یا اینقدر صحبت بکنیم یا اینقدر حرفایی بزنیم که اون رو به دلش رو به درد بیاریم، خب ناراحت کننده و نگران کننده است. برای همین هم به این مسئله توجه داشته باشید که اگر ما میخواییم اینقدر انسانها و مردم رو زیر سوال نبریم، اینقدر بهشون توهین نکنیم، اگر از این چیزی خوشمون نمیاد یا با عقاید ما جور نیست، نیازی نداره که ما بریم تو صفحه های اونها با اونها توهین یا بهشون بیتربیتی یا حرفای زشت بهشون بزنیم. خواهشمندم این رو بهش فکر بکنید. و بعدم ببینید خیلی جالبه، برای من جالبش اینه که دنیا رو وقتی نگاه میکنیم ملت ها چقدر به کشورشون، به پرچمشون و همه اینها احترام میذارن. از این آمریکا بگیم، برای مردم آمریکا پرچمشون خیلی اهمیت داره. همین چند روز پیش بود که یکی از بازیکنان فوتبال آمریکا که یکی ستارگان فوتبال تیم سان فرانسیسکو 49ers حساب میشه به نام کالین کبرونه، به خاطر اینکه در زمانی که موسیقی یا سرود ملی کشور زده میشد قبل از بازی، ایشون زانو میزنه میشینه، تمام رسانه ها و تمام بازیکن ها نسبت به این مسئله او رو زیر سوال بردن، بهش بد و بیرا گفتن، بهش توهین کردن. خیلی از شهرهای آمریکا، خیلی از خونه ها رو میبینیم که پرچم آمریکا پشت درهای اونها هست و به پرچمشون اعتقاد دارن، بهش احترام میذارن. آیا ما مردم این حس رو داریم، این حالت رو داریم؟ یا حالا درسته که یک چندگانگی یا دوگانگی بین مسئله در رابطه با پرچم وجود داره برای ماها، برای بعضی از مردم ما، ولی کلن باید به این مسئله نگاه کنیم که چقدر مردم دنیا به پرچمشون احترام میذارن و چقدر این مسئله رو حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن. امیدوارم هستم که یک روزی این حس برای همه ما در همه جای دنیا و جهان باشه. امیدوارم که به همدیگه کردیت بدیم، به همدیگه احترام بذاریم. خیلی جالبه و از یه طرف دردناکه وقتی که یک برنامه تلویزیونی میخوای درست کنی، وقتی که میری به سراغ سیدی های هنرمندا، سیدی های خواننده ها، عکس خواننده رو بزرگ میبینی روی سیدی، اسم آلبوم رو میبینی و اسم آهنگ ها رو میبینی، ولی کمپانی ها به خاطر که سیدی رو دوباره چاپ کردن و فروش اولشون تموم شده، اسم آهنگساز، اسم تنظیم کننده و اسم ترانه سراها رو حذف میکنن، چرا که صفحه اضافه‌ای برای اون درست نشه و نباشه.
خیلی جالب تره وقتی که به یوتیوب میریم، کمپانی مثل کلتکس که بنده باش سالها کار کردم، ویدیوهایی رو که حالا با اجازه من یا بدون اجازه من لیبل خودشون روش میزنن، اسم کارگردان رو از روی ویدیوها یا اسم فیلم بردار رو از روی ویدیوها حذف میکنن، یا اینکه کپی رایت رو از رو ویدیو ور می‌دارن که از یه طرفی بهشون به مشکل برخورد نکنن و از یه طرف دیگه ای ماها رو فراموش بکنن. این مسئله در رابطه با آلبوم ها هم هست. توجه به این داشته باشید، صاحب اصلی یک اثر اون آهنگ سازه، اون ترانه سراست و بعد از اون تنظیم کننده و در پایان اون خواننده است که رو اون اثر اسمش می‌خوره. برای همین هم یه مقداری به این مسئله بیشتر بپردازیم، بیشتر فکر کنیم. دردناکی که بعد از رفتن محمد حیدری تازه متوجه میشید که چه آهنگهایی رو او تهیه کرده و چه آهنگهایی رو او ساخته. چرا؟ به خاطر که در فرهنگ ما هیچ وقت نیومده که حمایت کنیم که اسم آهنگساز، اسم ترانه‌سرا و اسم تنظیم کننده روی اون اثرها و روی اون سیدی ها باشه، چون کمپانی سیدی ها رو فروخته و فروشش تموم شده و دوباره چاپ کرده، گفته اون صفحه اضافه رو حذف بکنم تا یه مقداری پول کاغذ کمتر بپردازم. این دردناکه. اگر جامعه آهنگسازان ما، جامعه ترانه‌سرایان ما، اگر اونها به این فکرها نیستند و دنبال حقشون نمیرن، و یا اگر سندیکای هنرمندانی تشکیل میشه که توش آهنگساز و تنظیم کننده و ترانه‌سرا و صاحب اثر رو بیان نباید باشه، اقلا به فکر این نباید بودن که بیان یک سایت درست کنن برای خودشون. اول باید برای این بودن که بگن آقا حق اون آدمی که برای ما 30 سال، 35 سال، 20 سال، 10 سال، 5 سال، 50 سال زحمت کشیده و این کارها رو برای ما ساخته و یک بار حقش رو فقط بهش پرداخت کردیم، اقلا هوای اونها رو داشته باشیم و به اون بریم و از کمپانی ها بخوایم که یا جلوی این پخش رو بگیره و این سیدی ها رو به این شکل به بازار معرفی نکنه و اسم اونها رو اقلا به عنوان حقشون بهشون داده بشه، چون حق مالیشون رو به عنوان یک آهنگساز هرگز دریافت نمی کنن طبق قوانین جهانی که وجود داره، یا به عنوان یک ترانه‌سرا. و اون هم باز هم شاید اشتباه خودشون بوده که در روز اول متوجه این نشدن که آهنگساز تا ابد اون آهنگ متعلق به اوست، یا به ترانه‌سراست، یا به کسی که اون اثر رو تهیه کرده، نه به عنوان سرمایه گذار بلکه به عنوان پرودوسر یا تهیه کننده. گاهی وقتا تو میون ماها مسئله تهیه کننده و سرمایه گذار قاطی میشه. سرمایه گذار پول میذاره مثل کمپانی موسیقی، و این تهیه کننده اون کسیه که این عوامل رو در کنار هم قرار میده تا یه کار خوب و جاودانه باقی بمونه ازشون. و امیدوار هستم که همیشه اینطور باشه و همیشه این حس برای مردم باشه و این حس از طرف دیگه برای اون آرتیست ها و اون هنرمندانی باشه که به این شکل حق دیگران پایمال شده و هیچ کسی در رابطه باهاش صحبتی نمی کنه. ازتون سپاسگزاری می کنم برای اینکه برنامه‌های ما رو دنبال می کنید و امیدوار هستم که همیشه خوب و سلامت باشید. تا وقتی دیگر، برنامه دیگر، خدا نگهدار. علیرضا قاسمی هستم و این بود کانتکتی دیگر، آن هم در دست تعمیر. خدا نگهدار.